یک قدرت بیش از حد در دست پادشاه یا نیروی حاکمه باشه به درد نمیخوره مشروطه مشروطه میکنید در سال 57 هم کسانی مثل شاپور بختیار فریاد میزدن است استبداد نعلین هزار بار بدتر از استبداد چکمه است که اگر میدونست شاپور وقتی آرچه وظیفه خطیری تاریخی تو دستش بود اونطوری همه چیز رو باز کرد تا خمینی بیاد تو و باید دلا می شد اون چکمه رو لیس میزد اما گوش شنوایی نبود و انتظار هم نبود انتظار همین چنین نبود اگر چنین انتظاری جایز بود اثرات اون رو باید بلا فاصله پس از ترور اسلامی زندیات احمد کسروی به دست عرازلی چون نواب صفوی می دیدیم روشنفکران ابله ما تصور می کردند با فریادهای مرگ بر شاه مرگ بر هویت مرگ بر فرهنگ مرگ بر ایران دارن به مدینه فاضله وارد می شند. دیدیم سی سال بعد از اون جنایت یعنی کشته شدن احمد کسروی به دست عرازل و عباشی همچون نواب صفوی ترین افراد هم اسیر شور انقلابی شده بودند حرفی را که بختیار در سال 57 به زبان آورد قبل از او هم کسانی مثل زندیات صادق هدایت احمد کسروی و کمی قبل قبل از و کمی قبل از آن فتلی اخونزاده به شیوه دیگری گوشزد کرده بودند مهمتر از همه خود ابرمرد تاریخ ایران سردار ملی ایران مرد نامآور تاریخ معاصر ایران رضا بود که چشم فتنه را شناخته بود اما چاقوی کلام آنان و اقدامات آریا مهر بزرگ کمی کنتر از آن بود که جمجمه ذهن ایرانی رو ما ایرانی ها رو بشکافه و این تومر مغزی رو خارج کنه تا امروز روی نواب ها تا امروز روزی نواب ها زمامدار حکومت ایران نشوند افسوس این تومر این قده سرطانی میبایست دیر یا زود عود میکرد تا جامعه ایرانی رو به خودشون میاد ذهن و روانش رو باید حلاجی کنه این بیماری رو بشناسه و در پی درمانش بره جمهوری کسیف، جمهوری خونخار، جمهوری ددمنش، جمهوری فاسد، اشخالگر، ویرانگر، جمهوری مرگافرینان اسلامی دست کم از این حیث یک کار تاریخی کرد و 1400 سال کسافتی رو که بر کشور ما نقش بسته بود رو اومد و شکل و جلای اون رو به درستی به ملت ایران با پست و گوشت و سخونشون آشنا کرد. کاری کرد که تنها با موجودیت نظام, اسلام، نظام, جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد اگر این نظام جمهوری اسلامی نمی اومد هرگز نمای کثیف این بربرها این عقبگراها این بدصفت ها این دکانداران دین این مرگافرینان تحقق پیدا نمیکرد. تا آرمانخواهان ایران و روشنفکران ایرانی و ایرانیان با مقایسه مدینه فاضله دیروز و جهنم امروز به نتایج بهتری برسد تصور این کار کرد بدون جمهوری کثیف و خونخوار اسلامی ممکن نیست که اگر غیر از این بود هیچگاه انقلاب پنجا و هفت رخ نمیداد شگفتان آنکه ریشه های این تومر این قده سرطانی امروز به افغانستان و عراق و پاکستان و فلسطین و لبنان و حتی آمریکای جنوبی هم سرایت کرده است آنچه ما دیروز نمیفهمیدیم غربی ها امروز نمیفهمند حسین آقا اوباما اصلا نمیفهمد اما آقای برژنسکی خوب میداند چی کار داره میکنه دوباره وارد بازی شده دوباره از پشت داره صفحه شطرنج رو کنترل میکنه اما آنچه دیروز نمیفهمیدیم غربی ها امروز نمیفهمند که اگر میفهمیدند لحظه ای به این رژیم مهلت نمیدادند گرچه جورج بوش پسر همواره از رژیم کثیف و خونخوار تهران به عنوان تهدید یاد کرده اونها رو محور شرارت نامید اما اینها هنوز نمیدانند با چه جرسومه یا کسافت خونخاری سر کار دارند و چه خطری آنها را تهدید می کند سالیان درازی بود که این تفکر دینی و در واقع خراف زدگی خراف زدگی و سانتیمانتالیسم مذهبی مانع از آن بود که به جایگاه واقعی خودش در جهان رو به پیش رفت دست پیدا کنه امروز سمره عینی اون تفکر پیش چشمان ماست بیستا سیتا رو در یک جنب به دارا بیخنن. کتک زدن ارعاب دلهوره تشویش گرسنگی فقر سنگسار فحشا اعتیاد هم جنس بازی رضا شاه رضا شاه کبیر و بعد از او پسرش آریا مهر بزرگ تلاشهایی کردند و نتایج بسیار خوبی هم به دست آوردند اما همیشه یک جای کار میلنگید و از همین پاشنه آشیل بود که دولت مصدق و سلطنه مرد همیشه در اون پتو ضربه خورد و مردم بی خبر به کاشانی اعتماد کردند چون مصدق هم دائما بیخ گوش کاشانی نشسته بود به کاشانی اعتماد کردند و آب در آسیا به او و نوچه های بچه فاهشش از جمله روح الله خمینی ریختند تا فکر انقلابی حرکت خزنده خودش رو به سمت جمهوری جهل و جنون اسلامی آغاز کنیم گرچه نباید از سهم خود مصدق در زیر پا گذاشتن حوزه اختیارات قانونی و نادیده گرفتن حقی که مجلس ملی به شاه تحفیز کرده بود قافل ماند و خیانت بزرگی که مصدق به ملت ایران کرد را هرگز نباید به فراموشی سپرد آنچه از نقشه خائنان حزب توده و آنچه که سازمان سیا در روایت تاریخیش اومده نشون میده که بدون تحریک مردم به دست لمپنی مذهبی همچون کاشانی اصلا در حد یک پلان کاغذی چیز دیگری باقی نمی ماند در این سید تاریخی بحان جویی های خمینی و عربد کشی های او که هر بهانه گاهی به شاه گاه به اسرائیل گاه به آمریکا میتاخت همه جزئی از آن حرکت خزنده و حساب شده و نوشته شده بود و دریغا که کمتر کسی خصوصا این ابر روشن فکران توده و به طور کلی ارتجاع پهن مغز سرخ ما ملی مذهبی های ما جبه ملی های ما کمتر کسی حتی خواندن و یا شنیدن مفاد آنچه که بعدها به کپیتالیسیون معروف شد رو به خودش داد هنوز راه درازی مانده است تا این مردم دریابند از چاله درون چاهی آنها را ریختند که دشنهای بیداد و ستم در آن کاشته بودند آن روزگار گذشت و آش دهنسوز جمهوری کثیف و خونخوار مشتی دلال دینی دینکاران و کسافت های مردخور آخوند و روز خون و زیارت نام خون رو هم چشیدیم کم کم معنی عدالت ساده زیستی تقوا پاک شرم و حیا آب و برق مجانی خانه آب و برق مجانی اتوبوس مجانی و تمام این مسائل رو به صورت خانه خراب شدن به صورت کنترل اجنبی ها در تاریکی به صورت تازی پرستی و اسلام ناب محمدی رو که با اون نام چه سال بیگناهی رو تیر بارون کردند و به دار کشیدند و در اون زندان ها زنده زنده سوزادند و کشتند همه چیز رو با کمال دریافتیم و معنی ایرانی رو هم معنی پدر حقوق بشر رو معنی گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک رو معنی تمدن هفت هزار ساله رو معنی های زی